همه از تلاش‌های وزیر امور خارجه آمریکا راضی نیستند. بر این دیوار به عبری نوشته شده: خون در یهودیه و شومرون و فرای آنها جاری خواهد شد. با احترام به جان کری. پلیس این منطقه در کرانه باختری گروهی اسرائیلی با تمایلات ملی را مسئول می‌داند. حمله این گروه‌ها به مساجد، خانه فلسطینی‌ها و حتی تأسیسات ارتش اسرائیل در کرانه باختری سابقه دارد و هدف آن است تا به دولت اسرائیل نشان دهند که مخالف برچیدن شهرک‌ها در آن اراضی هستند. اما به نظر نمی‌رسد جای نگرانی باشد، زیرا پس از آزاد کردن گروه سوم فلسطینی‌های زندانی، یک مقام اسرائیل گفت به زودی ساخت 1400 دستگاه خانه مسکونی دیگر در کرانه باختری اعلام خواهد شد. آزادی زندانی ها خود مسئله دیگری است. طبیعتاً فلسطینی ها شاد هستند و ممنون از محمود عباس یا به قول خودشان ابو مازن. خب مازن عمو مولا حنکی به فلسطینی. اما شهروندان تل آویو معتقدند آزاد کردن این افراد هیچ کمکی به صلح نمی کند. اینها ساکن شهر غزه در نوار غزه در انتظار رسیدن زندانی ها. و این هم تجمع به همین منظور در کرانه باختری. اسرائیل میگوید استقبال این گونه از این افراد جایز نیست، زیرا آزاد شدگان دستشان به خون شهروندان بیگناه از جمله کودکان آلوده است. سه‌شنبه نخست وزیر اسرائیل گفت قاتل قهرمان نیست. صلح تنها زمانی که منافع امنیتی و شهرکسازی ما تامین شد امکان پذیر است. اما در 49مین سالگرد تأسیس جنبش فتح فلسطینی ها محمود عباس نظری دیگر عنوان کرد. بأن الشعب الفلسطيني هو الأكثر. این مردم فلسطین هستند که احتیاج به امنیت دارند و باید تضمینی باشد که از حمله اشغالگران و شهرک نشینان در امان خواهند بود. عباس پیشنهاد کرد که پس از امضای صلح نهایی پاسداران بین المللی صلح در منطقه مستقر شوند. جان کری برای دهمین بار به منطقه می رود و مانند قبل با دو طرف جداگانه گفتگو خواهد کرد. اخیراً چنین جلساتی شامل ارائه طرح‌هایی برای پیشبرد مذاکرات بوده است. حال پس از 20 دور گفتگو آقای کری می‌خواهد تبادل نظرها فشرده تر شده تا پیشنهادهای جدید دیگر شکاف موجود را هرچی بیشتر کاهش دهد. یک مقام ارشد آمریکا گفته است واشنگتن می‌خواهد توافق نهایی تا فروردین یا اردیبهشت به دست آید، زیرا به گفته او اکنون تنور داغ است و باید از فرصت استفاده کرد. گیتا آریان، صدای آمریکا، واشنگتن.